بینندگان عزیز، باز سلام به شما. جمعه 22 بهمن 1395، به اونهایی که طرفدار انقلاب 1357 بوده و هستند تبریک میگم، به اونهایی که مخالفش بودن تسلیت میگم. و باید ببینیم که در ایران چه گذشته. من روز چهارشنبه به شما دوستان گفتم که روز جمعه احتمالاً عکس هایی هم از به اصطلاح راهپیمایی در ایران نشون میدم. یادم نبود که جمعه ها قربونش برم توی ایران نشریات چاپ نمیشن. حالا روزی که دیگه 22 بهمن هم هست، تعطیل رسمی بوده که دیگه جای خود داره، ولی وبسایت های مختلف عکس هایی رو گذاشتن و با هم اجازه بدید صدای اینو ببندم. عکس هایی رو گذاشتن که اگر وقت کنم امروز با هم اونها رو هم تماشا میکنیم. خیلی زود تند سریع من این 4-5 تا یا 3 تا مسئله امروز رو براتون بگم. از کتاب 1001 مسئله فارسی گفت: آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. و حتما شما هم شنیدید اون درسی رو که تو خوندی من از برم یا از حفظم. و آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی، یک شکم در آدمی نگذاشتی. و یک خیلی ساده ترشم میگفتیم که خدا خر رو میشناخت که بهش شاخ نداد. حالا بیچاره این خر ما بعدی ازش ندیدیم، بار میبره و نمیدونم زحمت میکشه و اینها، چیزی هم نمیخواد جز یه مقداری علف یا کاه و یه مقداری آب. نمک برای چی میذارن برای حیوانا؟ چون مزرعه هایی که من رفتم دیدم همیشه یه مقداری نمک برای حیوانا میذارن. حالا این دلیلش چیه؟ اگر کسی بلده یا رشتش فارم و نمیدونم مزرعه و اینها هست بگه. دوستان عزیز، میدونید که ما الان مدت هاست از این به اصطلاح امکان فیسبوک استفاده میکنیم که میذاره برنامه زنده رو پخش کنیم. دلیلش هم اینه که میگیم دوستان بتونن با تلفن دستی یا هر جا که هستن ببینن و بشنوند و با ما در تماس باشن. و به این صورت هست، اگر من رو از روی صفحه خودم، صفحه شخصی پارسا سوربی دنبال میکنید، دوستان شما هم که مثل من ایرانی هستید سعی کنید هم اسمتون رو به فارسی بنویسید هم اسمتون رو به انگلیسی بنویسید، که اگر کسی با کیبورد فارسی نوشت پیداتون کنه، اگه با کیبورد انگلیسی هم نوشت پیداتون کنه. اجازه بدین من اولا اینجا این رو ادیت کنم، بنویسم سوربی با مردم. تاریخ هم دیگه میدونیم، حالا من گاهی وقتی هم اشتباهی می نویسم، ولی امروز 10 فوریه یا 10 فوریه 2017 است و این برنامه هم از مردم تیوی پخش میشه. چرا؟ اگه یه کسی ما رو نمیشناسه بعدن بره مردم تیوی رو گوگل کنه یا به قول دوستان ایرانی گوگلی کنه و پیداش کنه. بذارید من یه کمی این صفحه، میدونید که ما این قسمت فیسبوکمون از یه سیستم کهنه دوربین و اینها استفاده میکنیم، اینه که یه کمی کجه. حقیقتا این مال شیراز نیست، مال کرج. من از همینه که یه کمی کج. خب بیاین اینجا ببینید زیر این تصویر بنده نوشته. چرا میگیم بنده؟ چرا میگیم حقی؟ تصویر من بنده کسی نیستم، من حقیقتر از کسی نیستم. اینقدر افراد حقیق چی میگم والا پس فطرت میبینیم تو زندگیمون که باید خودمون رو بالا و والا بدونیم، دست برداریم. این هی حقیق نمیدونم مخلص خوبه، بله مخلص خالصانه با شما هستم تا روزی که بتونم. روزی هم که نتونم، گفت آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اینجا شعر رو میزنید و بعد دیگه حالا دنبال کنید. اینجا برای ما که حساب بیزینس داریم و این خیلی چیه، ولی برای شما فکر کنم یه حالت داره که با دوستانتون شعر میکنید. در صورت ما می‌نویسیم شعر، بعد میپرسه حالا با کی، میگیم با صفحه‌ای که ما به اصطلاح خدمتکارش هستیم، منیجش میکنیم. بعدم اینجا میگیم بفرمایید. حالا اگه بیاین رو صفحه مردم تیوی هم اینجا
شما میبینید. این کلمه هم رو که گفتم یادم افتاد مدتها پیش ما هر جا یه نفر رو میدیدیم برنامه داره باهاش تماس میگرفتیم، میگفتیم شما میتونید در تلویزیون مردم هم برنامه داشته باشید. این بعضیا عقب افتاده هستن دیگه، برای که ناز کنن و به اون تلویزیون بگن شما نمیدونی من چقدر طرفدار دارم، میرفت به اون صاحب تلویزیون میگفت که سربی با من تماس گرفته گفته بیا تو تلویزیون مردم. اون صاحب تلویزیون هم تماس میگرفت، آقای سربی ما فکر کنی شما دوست ما هستی. گفتیم خب حالا کی تا حالا ثابت شده بهت که ما دشمنتیم؟ گفت این فلانی که برنامه داشته گفته بیاین تو. گفتم خب من دوستتم که تلویزیون تو نگاه کردم، دوستتم که به این احمق گفتم حالا که اونجا هستی اینجا هم بیا. نمیخوام بگم آقای دکتر نصر احمدی هم جزو یکی از ایناست، ولی هی به من زنگ میزد میگه سربی جان این شهرام و همایون به من گفته بیا. گفتم آقا برو. میگه نه من نمیرم. گفتم خب نرو، من چه کارت دارم، برو هر جا دلت میخواد. و شما میبینید یه آگهی طرف تو رو... اصلا تلویزیونای آمریکایی رو نگاه کنید یه مقداری واقعا خودمون رو ادوکیتد کنیم. این مهمون اونو میاره، اون برنامه رو اعلام میکنه، طرف مثلا NBCه، بعد میگه این برنامه ساعت 5 شب از CNN پخش میشه، ساعت 10 شب از... مثل ماها تنگ نظر نیستن. ای وای من اسم یه تلویزیونی نیارم که یه نفر از این بیننده های من بفهمه که یه تلویزیونی هم وجود داره بره اونجا. اینجوری یعنی من یعنی من تا امروز فکر کردم بیننده من احمق نادان از وجود دیگران بیخبره. ولی دیدید اون روز وقتی من داشتم صحبت میکردم گفتم من مثل سگ نازی آبادم قریب خودی نمیکنم همه رو میگیرم، یه دوست نوشت آقا آفرین بر شما، شما تنها گوینده تلویزیون ایرانی هستید که اینا میگید پدر من چون تیمسار بود بعدن من این کار رو گرفتم از 5 سالگی در تلویزیون ملی ایران شدم رئیس. دیدید دیگه افتخار میکنم همین که هستم. هر کدومتون بهتر از من هست وضعتون، خب خدا رو شکر، ولی هر کدومتون فکر میکنید که از ما بیشتر کار کردید بیشتر زحمت کشیدید بیان جلو. تازه کشیدید به من چه؟ چه اصلا چی دارم میگم؟ ولش کنید آقا، جمعه است 22 بهمن، تبریک، تسلیت، هر چی دلتون میخواد به خودتون بگید. 10 فوریه است و آقای دکتر کاظم افشارها امروز با برنامه پرپا یعنی پرسش پاسخ 3 بعد از ظهر با شما هستن. پرسشاتون رو میتونید با شماره تلفن 905-737-5158 با ایشون به اصطلاح ارسال کنید و بپرسید، یا با ایمیل info@kaveacademy، یا اگر مشکلی پیدا کردید برای من نفرستید چون من برای ایشون نمیفرستم، نام رسانی رو قطع کردم. آقای افشارها امروز برای من نوشته بود که امکان داره در شروع برنامه من چند دقیقه قرآن پخش کنم. گفتم بله چرا امکان نداره، هر کاری شما دلت میخواد، این برنامه شماست و ما میگیم شما بیا برنامه اجرا کن، مردم قضاوت میکنن. یادم افتاد به این موضوع، آها وقتی گفتم وقتی دیدم اون ویدیو رو دیدم ایشون نشون 4 دقیقه خورده، گفتم برای اوپنینگ برنامه یک به اصطلاح 5 دقیقه خیلی طولانیه. میدونید آدم مثلا 30 ثانیه که یه چیزی رو منتظره یا میشنوه فکر میکنه او یک دنیایی، یک زمان، یک ماه گذشته. بعد ایشون البته یه فلسفه دیگه گفت طبق این باور شما پس همه برنامه ها باید توی 30 ثانیه تا 45 ثانیه باشه. گفتیم آقا هر جوری شما خودت خواستی مختاری، من فقط نظرمو میگم. دوستان وقتی برنامه میذارید از من نظر میپرسید، من نظرمو میگم. اگه نپرسیدم من نظرم به عنوان بیننده میگم، شما مختار هستید که اون نظر رو در برنامه هاتون بهش اهمیت بدید یا ندید. مثلا آقای فرزاد عزیزی از من سوال کرد برنامه چطور بود، براش نوشتم گفتم برنامه اولی شما خیلی خوب، برنامه دوم شما که اشکال فنی داشت، برنامه سوم شما یه مقداری unorganized بود، نامرتب بود، به نظر میرسید که homework تو انجام ندادی یا مطمئن نبودی که این برنامه اجرا میشه یا نمیشه، ممکنه بیان نمیدونم ویروس بهت حمله کنه فلان اینها. در صورت 20 بهمن رو گفتی 10 بهمن و معلوم نبود سر چه موضوع مشخصی میخوای صحبت کنی. یه نفر مثل من که خودش میاد میگه من
کسی دیگه نمیتونه تو این تلویزیون مزخرف بگه، چون من تمام مزخرفات رو میگم برنامه من. حالا طرف میاد میگه گپی خودمانی، اون یکی میاد میگه از هر دوری سخنی، خود من بارها گفتم از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در سری برنامه های آنچه شما خواستید سربی با مردم و اینا رو از همه جا میگم. ولی یه نفر که میخواد بیاد برنامه بذاره، با آقای چمن آرام گفتم، با آقای نصر احمدی هم گفتم، آقای چمن آرا گوش داده برنامه‌اشو ببینید، ویدیوهایی که درست می‌کنه موفقه. آقای نصر احمدی هنوز اندر خم یک کوچه است، هنوز دنبال اینه که ایمیلاشو ردیف کنه، هفته دیگه موو میکنه، دو هفته دیگه کامپیوتر درست میشه، تا اون موقع اصلا یه دستگاه دیگه اختراع شده که دیگه ما به احتیاج به کامپیوتر نداریم. بمانه اینا باید سر یه بحث مشخصی، مثلا بحث تاریخ، بیان چپتر به چپتر، قسمت به قسمت بگم برن آقا برید برنامه قبل از برنامه من کانون آوا برنامه داشت، نگاه کنید 5 تا موضوع رو آمدن گفتن: تحولات در آلبانی، علت سکوت مطلق فرقه رجوی، رسوایی مالی فرقه، دیدار اخیر ترکی الفیصل، چگونگی سناریوهای ما، قتل کلاهی و نمیدونم مرحوم رجوی و اینها. 2 ساعت طرف دربارش صحبت کرد. برای چی؟ برای که میدونه سر موضوع مرتب و منظم. آقای یزدان خدابندلو همینجوری بود، کار میکرد رو برنامهش، برنامه ردیف میکرد و بعض وقتا دیدید که 1 ساعت هم کم میابرد. ولی بعضی هم میان برنامه میذارن، میبینید از هر جایی میگن، بعد فکر میکنن حالا من بهشون میگم که خب دیگه وقتمون تموم شده، بعد میگه چقدر شده، میگم تازه شما 15 دقیقه صحبت کردید. بذارید چون جمعه است یه چیزی براتون بگم. سالها پیش من با اون آقای سالار احمدیان برای نمایشگاهی رفتم نیوجرسی، که این چقدر از ما سوء استفاده کرد و ما چقدر ساده لو بودیم اون موقع. بیچاره این داور به ما میگفتا، همه به این داور فحش میدن، ولی واقعا یه حرفایی میزد که درست میگه. به من میگه آقا این داره ازت سوء استفاده میکنه، هی الکی با مرسدس بنز بلند نشو برو این ور اون ور. آره مرسدس بنز داشتم قبل از اینکه با ایرانیا باشم، الان که با ایرانیا هستم باور کنید ماشین ندارم. دوستان اگه کسی یه ماشین قرازه ای داره توی ویرجینیا میخواد بده به یه تلویزیون ایرانی، بده به من. در اصل رفتیم نیوجرسی و وقتی که نمایش بود، آقای دکترا و دکتر فلان، دکتر فلان، آقای فلان، همه اومدن سلام علیکم اینها. یه آقای اومد سلام علیک کرد و کتاب من نشان داد و اینا، که من شاعر هستم، نویسنده هستم و خیلی مایلم در تلویزیون برنامه داشته باشم. اون موقع سر همین جریانات آقای سالار احمدیان من دیگه از تلویزیون رنگارنگ آمدم بیرون، اونها هم گفتن ما بیرونش کردیم و فلان، اینها دروغ گفتن و خود داور الان دوست منه و خجالتش موند برای افرادی مثل آقای علی سرشار و دیگران، که نشون داد اینها مثل همین افرادی هستن که برای ترامپ کار میکنن، هر گوهی رئیسشون بگه اینها میخورن که روزو به شب برسونن. آقای علی سرشار تو ویرجینیا است، برادرش هم اینجاست، همشون هم با FBI و CIA و اینا سر و کار دارن، ولی خودش میدونه که من اینو درست گفتم. هر گوهی آقای داور گذاشت جلوتون، شما خوردید، تهش هم لیست زدید که خوش خدمتی کرده باشید. ما از اون تلویزیون آمده بودیم بیرون، توی تلویزیونی بودیم که آقای مهران صدری به اصطلاح داشت و به نام ایران، به نام تلویزیون ما، بعد شد تلویزیون شما. بماند توی اون بودیم، این آقا اومد گفت که من میخوام برنامه داشته باشم. گفتم شما با آقای مهران صدری تماس بگیرید. گفت نه، من میخوام توی این 3 ساعتی که شما روزانه یا شبانه برنامه داری من برنامه داشته باشم. ما یکم نگاه کردیم اینها، گفتیم خب ما فلان روز 1 ساعت، یا بهش گفتم نیم ساعت بیا. گفت نه آقا، من که نیم ساعت طول میکشه سلام و احوال پرسی کنم. گفتیم خب چه کار کنیم؟ گفت آقا 3 ساعت شو من میخوام. گفتم دوست عزیز، تو میگی من تو برنامه تو میخوام باشم، بعد میگم خب بیا نیم ساعت، میگی نه من 3 ساعت شو میخوام. اگه 3 ساعت شو تو داشته باشی دیگه برنامه من نیست. مثل این مونه که شما بگی من میخوام بیام ویرجینیا، بگم خب برات یه هتل اجاره میکنم نزدیک منزلمون، نزدیک فرودگاه، بعد شما میگی نه بابا من میخوام بیام ویرجینیا که با شما باشم، تو منزلت باشم. بعد بهت میگم خب بیا اینجا یه اتاق بهت میدم، میگی نه آقا من یه اتاق نمیخوام، 8 تا اتاق میخوام. حالا ما که 8 تا نداریم، ولی خب این که نمیشه، شما میخوای بیای تو خونه من، من از خونه بکنی بیرون بماند. این آقا آمد و قرارمون شد 1 ساعت و نیم. حالا از ما که آقا 1 ساعت و نیم زیاده، از این آقا که آقا حالا میبینی روز ماجرا
خودش آمد و دو تا سگ بزرگ که توی این ماشین بیچاره کوچولو هوندا سیویک بود، نمیدونم چی بود، دوست دختر آمریکایی و دو تا سگ گنده ها، نه این سگایی که من خودم دو تا سگ 100 پوندی دارم 50 60 کیلویی، ولی اون سگا فکر کنم نقل 150 پوند اینا بودن، بماند آمد و اینها با یک وضع ژولیده و اینها مثل مثلا سه روز نخوابیده بود. خلاصه ما برنامه رو گفتیم آقا شما اول برو، اعلام کردیم آقایون خانم ما امروز مهمانی داریم از نیوجرسی، این شما و این هم مهمان امشب آقای فلانی، میکروفون رو دادیم دستشو، ما هم دوربین و آقای مهران سعدی بود، گفتیم بیا رو ایشون، بلند شدیم رفتیم اون پشت وایسی. خدا شاهد دوستان، ای کاش این فیلم ها بود من به شما نشون میدادم. 15 دقیقه صحبت کرد، اولا از دقیقه پنجم هی اینجوری میکرد، من گفتم شاید این بنده خدا یادش رفته بره ادرار کنه قبل از برنامه، چون واقعا یک فشاری به آدم میاد. سر 15 دقیقه دیگه گفت که خب من دیگه فکر کنم برنامه من تموم شده. بعد مهران سعدی بنده خدا همی پرید بالا که آقا ما نیم ساعت، میدونیم اونا برنامه رو ردیف میکنن، چیا رو مینویسن، زیرنویس مینویسن. خلاصه ما هم اشاره کردیم آقا کشش بده، اینجوری میکنن یعنی کشش بده، توی اصطلاحات تلویزیون اینه، وقتی میخوان برنامه رو تموم کنن تند بگی، میگه زود باش. بعد وقتی میخواد راوندید اپ مثلا، بعد وقتی میخواد تموم کنه میگه کادید، نه که گردن یه کسی رو ببر، کادید یعنی دیگه برنامه تموم. وقتی میخواد یه اتفاق افتاده 2 دقیقه 3 دقیقه وقته، میگه کشش بده. خیلی هم سادن، یه چیزی شما میگیری کشش میدی. هرچی ما به این اینجوری کردیم و اینجوری کردیم، دیدیم این داره خداحافظی میکنه. آقای مهران سردی یه موزیکی گذاشت و گفت من برم اینجا یه چیزی بگیرم بیام. رفت از شراب فروشی نزدیکمون شراب گرفت آورد، یه کم داد به این، دوباره فرستادش روی ایر. اینه این ماجرای تلویزیون، ماجرای اینها. شما هر کی میبینی یه کاری انجام میده، خب این بر اثر تجربه و اینها آسون شده. کار نیکو کردن از پر کردن از آمریکایی‌ها میگه پرکتیس میک ایت پرفکت، یعنی تمرین با کاری میکنه که شما خوب بشی. خود من دیروز سر یک کاری بودم، زود تموم شد، نزدیک استخ بودیم، رفتیم استخ. ما اینجا لایف تایم کارت خریدیم سالها پیش، هر سالم سالیانه‌شو میدیم، گاهی وقتا باور کن سالی یه بارم نمیریم. بماند رفتیم استخ، هوا خیلی سرد بود و میخواست برف بیاد بیرون، رفتیم استخ. رفتی رفتم اونجا، دیدم خب من تو آلمان که بودم هر روز استخ میرفتم، و یادش به خیر فرهاد صدیقی، آقای بختیاری که فوت شد و کاظم صدیقی و اینها، اون آقای یعقوبیان ارمنی و اینها، ما روزی 3 ساعت توی استخ، حالا حتی اگه وایساده بودیم حرفم میزدیم 3 ساعت تو آب بودیم. حالا تو بعض وقتا میمدیم بیرون، چون دیگه 8 ساعت تو آب وایسی معلومه که اونجا باید یه کارایی هم بکنی که صلاح نیست. بماند، ولی الان دیگه نمیتونم. الان که میام میرم 10 تا لپ میرم، 10 تا اینجوری شنا میکنم. شنا هم نفکر کنی که کرال یا شنای پروانه و اینا، قورباغه، اونم چه قورباغه‌ای، قورباغه پیر. 10 تا از این ور میرم و میام، بعدش میرم توی جکوزی. یه وقت با جاگوزی اشتباهش نکنید، میرم توی جکوزی، بعدم که گرم میشه بعدش میرم تو سونا، دوباره میام دور میزنم. از آب که اومدم بیرون نگاه کردم که این آقایی که تو خط بغل من شنا میکنه و یه سیاه‌پوست بود، چقدر قشنگ شنا میکنه و چقدر نرم راحت کرال، میدونید همون کرال سینه میگفتیم دیگه، وقتی میزد این آب اصلا نمیمد بالا، انگار که دستشو مثل چاقو از آب میآورد بیرون، میبرد داخل، بعد میکردش مثل پارو، دوباره اینجوری اینا. یه لوله هم بسته بود به دهنش که موقعی که شنا یه رقم دیگه انجام میداد، به اصطلاح مثل قورباغه و اینها، دیگه سرش هم بالا نمیبرد، همینجوری میرفت و نفس میکشید. همون موقع باز فکر کردم، گفتم چند روز پیش دختر نوام اینجا بود، فکر کردم که این پدر سوخته هنوز 10 ماهش نشده، من یه چیزی رو میخوام بهش بدم، نگاه میکنه، سب میکنه ببینه از این وری بگیره یا از این وری بگیره، این دستش اگه خوراکه با این دستش بگیره یا با اون دستش بگیره. بعد فکر کردم نگاه کن این 10 ماهش نشده، اینقدر بلده، این کمپوزیسیون ما 38 سال گذشته هنوز بلد نیستن، با دست چپ، با دست راست، با سر، با کله، و برنامه هم نداره. دیروز باز این آقا رو که دیدم یاد کمپوزیسیون افتادم، گفتم نگاه کن
برای هر کاری اولا باید وسیلهشو داشته باشه. این آقا همون لوله‌ای رو که آورده بود باعث میشد نفس بهتر بکشه، تندتر بره، بعد انرژی کمتری مصرف کنه. بعد راه درستش رو که یاد بگیرید، شما میبینی با انرژی کمتری، با سرعت زیادتری به هدفت میرسی. هم موقع باور کن، تمام روز دیگه دروغ میگم و دو سه ساعتی تو این فکر بودم که چرا این اپوزیسیون، حالا نه فقط اپوزیسیون، چرا بعضی از دوستانی که بیزینسی دارن، شغلی دارن، اول نمیشینن فکر کنن وسایلشون رو بذارن ردیف کنن تا به زودی و به آسانی به اون مقصودی که میخوان یا مقصدی که میخوان برسن. برگردیم سر ماجرای قرآن. وقتی ماجرای قرآن آمد و ایشون گفتن شما میتونید یه ساعت برنامه بگیرید فقط قرآن پخش کنید، هر کی آمد دید قرآنه دوست داشت گوش میده، دوست نداشت میره یه کانال دیگه. ولی اون موقع یادم افتاد به دوستانی که به من گفتن آقا چرا هفته قبل وقتی آقای افشارها به شما گفت که ما وقتی شما نوار قرآن پخش کردید ناراحت شدیم، غمگین شدیم، دل شکسته شدیم، و جا داره که شما از دوستانی که غمگین شدن، ناراحت شدن، دل شکسته شدن عذرخواهی کنید، شما به اصطلاح پاسخ دندان شکنی ندادید. اولا پاسخ دندان شکن یعنی چی؟ یعنی با مشت بزنی تو دهنه یه نفر، این که پاسخ نمیشه، این دعواست، درسته؟ پاسخ با منطق، من پاسخو دادم، شما متوجه نشدید. وقتی آقای دکتر افشارها گفتن این رو، ساکت شدن منتظر من، من کاری نکردم که عذرخواهی کنم، من گفتم خب این نظر دوستانه، نظرشون که یه چیزی دیدن ناراحت شدن، غمگین شدن، دلیل غمگینیشون من نیستم که. شما برید تو تلگرام، خود مذهبیون فارسی و ایرانی هم این نوار رو گذاشتن. بعد ضمناً تلویزیون مردم، برید بخونید توی About Us، یعنی درباره من یا درباره ما، نوشتم اینجا این یک سکوی ارتباطی هست برای همه مجاهدین، آمدن اینجا بعد یه مدت هم از لیست تروریستی آمدن بیرون، یکی یکی به اونایی که کمک کرده بودن لگد زدن. اون آقای مختار زیبایی بنده خدا با چرخ، با صندلی چرخدار از لاس وگاس می اومد تو تظاهرات اینها، بعد گفت روزی که رفتم بیمارستان آقای فیلابی حتی یه تلفن به من نزد احوالم بپرسه. گفتم آقا ناراحت نباش، من مجانی با خرج خودم، البته دم آقای فیلابی گرم چون منزل اون نزدیکه، میگه که بیا اینجا پارک کنیم با هم بریم، چون مسئله پارکینگ هم هست، هر وقت خواستیم بریم ایشون به من راید داده، برده آورده، شاید هم میخواسته مطمئن بشه که من میام، نگم برو آقا من میام بمانه، چون اینم یکی از به اصطلاح حربه های خوب مجاهدین بود برای آوردن افراد. اتوبوس سر آتلانتیک سوار، آتلانتا سوار میکنن میارن، اتوبوس نمیدونم از فلان جا، خب برنامه‌شون خوبه، ما گفتیم خوبه، امروز هم که بد شده میگیم بده. بمانه، داشتیم چی میگفتیم؟ آها، نقل قرآن. به ایشون گفتم نظر این هاست، من نمیتونم یه روزنامه درست کنم بگم فقط ما اینجا آگهی ازدواج پخش میکنیم. بله ممکنه یه مجله باشه راجع به ودینگ، لباس عروسی، محل عروسی، بعد تو اون فقط آگهی عروسی پخش کنه، و اگه من زنگ بزنم بگم آقا میشه آگهی مثلا ختم پدر منو بذارید، بگه آقا اصلا محیط، یا اینجا امبیانس هم میگن، نه امبیانس تو ایران هم میگفته، محیط این روزنامه اینجوری نیست. ولی ما دوست عزیز اینجا محیطی درست کردیم آینه مردم باشه. شما میدونید تو ایران الان مردم ببینید چه جوکایی میسازن، چه چیزایی میسازن اینا، ولی از همون طرف آقای حسن ارشاد بیاد صحبت کنه، آقای حسن اجلالی بیاد صحبت کنه، قرآن بذارید پخش کنه. من دوست داشته باشم گوش میدم، دوست نداشته باشم گوش نمیدم. باور کنید همین نواره که میگم، من یادم اولایی که این تو ایران آمده بود خود من خیلی خوشم میمد که این اینجوری میخونه، یه چیز جدید بود. و ازا شمس کدره، یعنی تمام کهکشان ها و اینها سیاه میشه، بعد من موقعی گفتم آقا اینو که تو مجله دانشمند مثلا مینویسه و میخواست ثابت کنه و میگفت فلان دانشمندا روش دارن کار میکنن، اینو 1400 سال پیش قرآن گفته. حالا تازه اگه بگیم قرآن کپی تورات و کپی انجیل هم هست، پس اونام 2000 سال پیش گفتن، اونام 5000 سال پیش گفته، و حالا دانشمند داره دنبال این میگرده و اینا بمانه. ولی منظور من اینه دوستان، و این رو هم
میگم که اونایی که گفتن آقا جواب ندادی دوباره بشنوم. من جواب دادم، شما نشنیدید. من گفتم این نظر اون دوستان هست و تنها جوری هم که به نظرشون احترام میذارم اینه که بعدا اونا یک ساعت نوار بفرستن پول ارتایمشو بدن پخش کن. و ببینید توی تلویزیون ها اینجوریه. الان ایام این ترامپ و انتخابات بود، چهار تا از این ور تبلیغ میکنن که به این نماینده های ترامپ رأی ندید، برای که این یکی نمیدونم دزده، این یکی خانم باز بوده، این یکی پول بچه ها رو خورده، این یکی این. همون موقع ترامپ یا طرفداراش از این ور پول میدن، به این رأی بدید که ما شما رو به نمیدونم آخر عاقبت فلان میرسونیم، به این رأی بدید فلان اینا. اینجاست که حسین از ایران حرف خوبی زد. گاه سربی شنونده باید عاقل باشه. هی شما به گوینده ها نگید گوینده باید بیاد درست بگه. هی به گوینده ها نگید گوینده باید بیاد حرف خوب بزنه. مگه ما نداریم ادب از که آموختی از بی ادبا؟ فرض کنید من از اولی که برنامه رو شروع میکنم از اولش حرف بد میزنم تا آخر. شما اقلا یه چیزی یاد گرفتی که آقا مثل سوربی حرف بد نزنم. پس گوینده شنونده اگر عاقل باشه تمام مشکلات ما حل میشه. شما از کجا میدونید اون روزی که اون آقا $10 داده این نوار رو ما پخش کردیم 10 نفر رفتن به خاطرش نماز خوندن، 10 نفر رفتن ساعتها قرآن گوش دادن؟ چرا اینجوری فکر نکنید؟ در هر صورت حالا آقای افشارها برای من یه لینکی فرستادن توی چیز، این بار ضبط شد خدا رو شد، چون اگر ضبط نمیشد بعضی از این دوستان اون فلسفه دسیسه همیشه با ما بوده دیگه، چون تو کشورهای زندگی کردیم که همیشه دسیسه میکردن، شاه برادرشو میکشه، نمیدونم این آخوند که میمیره اون آخوند میگه اون کشتتش، از این دسیسه. دو بار من این نوار رو خواستم ضبط کنم و ضبط نمیشد، مینوشت ارور دانلود. بذارید بهتون نشون بدم که اینجا ببینید ما هر چی داریم سعی میکنیم با سند باشه، با مدرک باشه، و این ارور دانلود رو به شما نشون بدم. به اسم قرآن این رو برای آقای افشارها هم فرستادم، گفتم من دو بار این رو ضبط کردم و این هر دو بار به اینجا که میرسه حدود 19% که ضبط میکنه. اینجا این بالا ببینید دوستان، براتون بزرگ نشون بدم، گوشه سمت راست select area، اینجا بله بزرگ می‌نویسه چی؟ downloading error. یعنی شما که داشتی این ویدیو رو می‌آوردی تو سیستم خودت، download یه load دیگه، down upload، ما الان داریم upload میکنیم اینا رو، load این پروگرام رو به شما بخونه، به شما بخونه، شما نه به اونجا، اون به شما، بی خیال بچه. در هر صورت ضبط شده پخش میکنیم. بازم پیشنهاد من با آقای افشارها اینه که 4 دقیقه 5 دقیقه برای اوپنینگ زیاده، ولی ایشون تشخیص داده اوکیه من پخش کنم. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا، 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد هستیم. 117مین برنامه‌شون رو ماشاءالله به این پشتکار، 117مین برنامه‌شون رو به شما تقدیم می‌کنن، درباره بهائی‌ها صحبت می‌کنن. دوستان بهائی اگر صحبتی دارید، پرسشی دارید، نظری دارید، مستقیما با خودشون تماس بگیرید. ولی اگر شما گفتید آقا این آقا دروغ میگه، شما بیا توی برنامه حقیقتش رو بگو، چون شنونده‌های ما عاقل هستن، شنونده باید عاقل باشه، اونا میبینن که شما داری راست میگی یا دروغ. ممنونم از حسین، 2 تا پیشنهاد کرده، یکی راجع به اون حمایت از تلویزیون مردم، ازت ممنونم. اینجا چی نوشتم؟ نیم ساعت گذشت، ما تا میخوایم سلام علیک کنیم نیم ساعت میگذره. اینجا نوشتم حسین از ایران، بتونم پیداش کنم. بله، یه خانمی هم اون روز پیام گذاشته، چون یادم رفت بود پخش کنم، اینجا نوشتم پیام خانمی که درباره بنی‌صدر و موی خانم‌ها صحبت کرده به نام نرگس. در هر صورت الان اینجا هستیم، بذارید ببینیم حسین چی میگه. نوشته آقا جواب منو بده، ضرب المثل و مثل، من نمیفهمم دیگه چی. بعد زیرش پیغام گذاشته، پیغامشو با هم بشنویم یا پیام صوتی. ممنون از توجه به
برای ما آفتاب خرج لحیم درسته. علتش هم اینه که هی سوراخ میشد میبردن اونجا، اونه که دیگاه رو سفید میکردن مسی بود دیگاه، آفتاب هم مسی. بله، توضیح بسیار درستی داده و قانع کننده است. چون گفتم وقتی ما گفتیم آفتاب خرج لحیم، دوستانی گفتن خرج لگن، بعضی ها گفتن خرج لولین. گفتیم حالا لولین چیه؟ لولین یعنی دو تا لوله. ایشون درست میگه، میگه وقتی آفتاب سوراخ میشد، حالا مسی بود دیگه، میبردن میدادن به این اینایی که سفیدگری داشتن، روی و اینا میدونم لحیم کاری و اینها، اینا اون اونجایی که چیش بود به اصطلاح لولهش به بدن وصل میشد لحیم میکردن، دوباره بعد از یه مدت دیگه حالا یا این ور ور میخورد کج میشد فلان اینها، دوباره باز میبردن لحیم میکردن، به جایی میرسید که انگار پول یک آفتابه مسی رو خرج لحیم کردنش کردن. و دیدید بعضی ها یه ماشین کهنه ای دارن، ماهی 200-300 دلار خرج این ماشین میکنن. اگر یکم فکر کنیم میگه آدم عاقل برو ماهی 179 دلار بده هوندا سیویک بخر، نمیدونم تویوتا کمری بخر، تویوتا چی نخر، لیز کن فلان اینا بمانه. ممنونم، امروز وقت ندارم تمام پیغام شما رو پخش کنم، چون پیامای شما ماشاءالله هی داره طولانی تر میشه، یکیش 4 دقیقه و 38، یکیش نمیدونم بمانه، باید برنامه بذاری حسین، 5 دقیقه 10 دقیقه برای خودت برنامه، اون صدای دیگه خاموش، یه کمی بلندتر بیاین صحبت کنید، تا منم اینجا بگم دوستان بعد از برنامه من آقای حسن ارشاده، بعد از برنامه من آقای دکتر کاظم افشارهاست، بعدش آقای حسن ارشاده، بعدش حسین از ایران صحبت میکنه، بعدش حسن از هلند صحبت میکنه، بعدش کوروش از نمیدونم سوئد صحبت میکنه و الی آخر. اینجوری که همه میخوان بیان تو برنامه من حرفشون رو بزنن، اون وقت این میشه که سربی باید با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت صحبت کنه. استاد عبدالباسط از تلاوت ناب اون قرآن رو براتون پخش میکنه، ماجرای شنای دیروز، توجه به کسی که خیلی قشنگ و آروم شنا میکرد، آفتاب خرج لحیم درست است و اینها، شنونده باید عاقل باشد، مرسی. و اما حسین یه چیزی گفته که مچ من رو گرفته، گفته که ما همیشه میگین کسانی که در تلویزیون برنامه دارن اگه برنامه‌شون رو به صورت زنده سر وقت نبینید، اگر در موقع بازپخش موفق نشید ببینید، در قسمت آرشیو و بایگانی ما هست، میرید اونجا عکسشون هست، روی عکسشون کلیک میکنید ویدیوهاشون رو میبینید. اینجا ایشون درست میگه، اون موقعی هم که من میگفتم اینجوری بود. و یه صفحه ما داشتیم، اتفاقا هنوز از وبسایت های خودم وقتی من میرم اون صفحه رو من هنوز میبینم. ببینید من اینجا وقتی وبسایت مردم تیوی رو باز میکنم برای من این صفحه میاد، در صورت که برای شما ممکنه صفحه اولش بیاد، بستگی داره چه چیزی رو به عنوان هوم پیج گذاشته باشید، ممکنه اصلا برای شما صبح MSN میاد و گوگل میاد که اونا میبرن. ببین دوست عزیز حسین جان، اون موقع بود که وقتی روی این میزدی ویدیوهای من بود، روی این میزدی ویدیوهای آقای عقیلی پور بود، روی این میزدی ویدیوهای آقای انصاری بود، روی این بود ویدیوهای آقای فرزاد شبستری، بابک، آقای ماسالی، آقای دکتر هلاکویی، آقای مشیری، بعد باز دوباره سوربی بماند. بعد من دیدم این کار زیاد میبره و دوستانم مرتب و منظم نیستن، یه هفته میان، دو هفته میرن، من بعد با دو هفته جواب بدم آقا برنامه نداشت فلان نه. مخصوصا مثلا آقای مثل فرزاد شبستری که رفت ویدیوهای خودش رو روی وبسایت خودش روی یوتیوب خودش گذاشت، خب دیگه شما اسمشون رو تایپ کنید میاد، شما یه نفر رو میبینی مثل آقای حسن ارشاد میاد، ویدیوی ایشون اصلا تو تلویزیون مردم فقط تو دستگاه هست، روی اون قسمتی نیست که ما بتونیم بذاریم. یه مدت روی فیسبوک هم میذاشتیم و ایشون دیگه الان نخواست. ما اینجا میدونید چجوریه، تابلو گذاشتیم میگه آقا روی فیسبوک 10 دلار روی این انقدر، هر کس سرویس رو انتخاب میکنه میگیره. و این بوده، شما کاملا درست میگی، اگر شنیدی که من گفتم روی آرشیو که میری عکس ها رو میبینی اینجوریه، ولی الان آرشیو ما به این صورت هست. اجازه بدید شما وقتی میای آرشیو ویدیوهای همه رو نشون میده، بذارید لحظه ای، خدایا ما چقدر همش باید بگیم چه باید کرد. من گفتم روی آرشیو که ببینید یک کم تاخیر اینجا داریم، اینه الان ویدیوها رو شما به این صورت میبینید. حالا افرادی که برنامه‌شون از تلویزیون مردم پخش میشه
مثل آقای دکتر افشارها. ببینید میان اینجا، هفته قبل ایشون اینجا بود، آقای مصطفی زاده آخرین برنامه که داشتن، آقای یزدان خداوندلو، آقای انصاری که عکس خانواده شاه و خودشون اینها هستن. ولی آقای حسن ارشاد من نمیتونم ویدیو اونو بیارم بذارم اینجا، اونو دیگه شما باید زحمت بکشی. خودت که میگی شنونده باید عاقل باشه. آقا کی بود اسمش؟ حسن ارشاد. بری تایپ کنی حسن ارشاد، 6 تا حسن ارشاد میاد، یکیش نوشته بچه مدرسه هست در نمیدونم فلان. خب اون نیست دیگه، اون یکی دیگه که نوشته حسن ارشاد ناصر الدین، اسمشو گذاشته ناصر الدین، اونو بری پیدا کنی. یه دوستی برای ما نوشته بود که I am here. خب ما خوشحالیم که شما هم اینجا هستی. علی وارث، فارسی هستی داری، خارجی هستی نمیدونم، در اصل ما خوشحالیم. I'm happy, I'm glad that you are here too. و اما کسانی که در برنامه دارن، یه ویدیویی رو یه دوستی برای من فرستاده که برای آقای آیانپور گفتم دوست دارم نظر شما رو بدونم، چون ایشون در نیروی دریایی ایران بوده. توی اون ویدیو میگه این حمله ژاپن به آمریکا دسیسه انگلستان بوده. اصلا اون موقع ژاپن قدرت اینو که از ژاپن بلند شه پهپادهاش بیان اینجا حمله کنن به هاوایی نداشته و اینها، که خب از این وری اگه حساب کنی اصلا خود هاوایی ها یه جورایی شکل سرخپوست های ژاپنی هستن، یعنی هم سبزه هستن هم در هر صورت بمانن. این ویدیو توضیح میده که این هم کسی میخواد در این مورد صحبت کنه. ولی دوستان یادتونه که این ویدیوهایی که دوستان میان برنامه میذارن همیشه میگن ما هر جا میرفتیم پاسپورتمون رو میگرفتن، مثل یک شیخ نمیدونم به ما راه میدادن و فلان اینا. حتی آقای فرزاد عزیزی یک قدم جلوتر رفت گفت وقتی هواپیمای ایرانی میمد اینجا یا هر جای دنیا، ماشینای لوکس میمدن دم فرودگاه و میگو ایرانی هستی سوارش میکرد میبرد. امیدواریم برای ایرانی ها اتفاقی نیفتاده باشه، ولی معمولا میگن ماشینای لوکس که وقتی میان دنبالتون میبرنتون، میبرن بهتون تجاوز کنن و سر به نیستتون کنن. همون سوار تاکسی بشید دوست عزیز، خیلی بهتر. اینجوری که اینا میگن، پس ما در زمان شاه نباید آرزو به دل خارج میموندیم، درسته؟ ولی نگاه کنید ببینید خودشون، من بارها گفتم که این آخوندها احتمالاً الان خیلی خوشحالن، میگن بابا این دشمنای ما و کمپوزیسیون اینا یه آدمای احمقی هستن. و همیشه میدونید که فکر کنم یکی از آیه های قرآن هست، میگه که خداوند دشمنان شما رو از احمقها آفریده. حالا اگه نبوده هم آیه قرآن، شما اون کنارش بنویس، من و شما مثل کلمی ها شروع کنیم کنار قرآن بنویسیم، نترسیم، دست ببریم توش، هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. حالا اون آقای افشارها نیاد بگه آقا این چه نصیحتی بود به مردم کردی، قرآن نمیشه دستش بزنیم. ببینید یه ویدیوییه که بعد از برنامه خودم در رابطه با خانم حاله، که آدم ها از ایران میان، طرف دبیر بوده حالا اینجا شده نمیدونم برنامه گذار، اون یکی تیمسار بوده میره میشه راننده تاکسی، اون یکی سرهنگ بوده میره پیتزا میپزه، این خانم حاله هنرپیشه سکسی فیلم های افتضاح ایرانی بوده که کسی رفته بود فیلم ایرانی بعد میگفت نه آقا من نمیرم، نه فیلم ایرانی چیه فلان نه، بعد حالا آمده اینجا شده مفسر به اصطلاح تلویزیون ایرانی، از اون بالاتر شده رهبر خانم ها و برای آزادی خواهی اینها. حالا برگردید اینو بهتون نشون میدم. بعد یه فیلمی از در رابطه با سعید کنگرانی، که سعید کنگرانی توی این مصاحبه گفته که خانم شهره آقداشلو ایشون رو معتاد کرده و قمارباز کرده، به این دلیل که توی سینمای ایران توی موهای هنرپیشه‌های زن مواد مخدر میذاشتن، بعد این هنرپیشه‌های مرد چون نقش مهم و سنگینی بهشون واگذار شده بوده که به این خانم‌ها عشق بازی کنن، وقتی عشق بازی می‌کردن اصلاً بدونی که بفهمن معتاد می‌شدن. که این آقای خیلی قشنگ جواب میده، میگه همین صحبت می‌کنه، فکر کنم از ایران من هست، یه تلویزیون تو پورتلند و پورتلند اورگان یا سان فرانسیسکو، فکر کنم پورتلند اورگان، در هر صورت
میگه که تمام معتادها دیگران رو سرزنش میکنن، نمیگه من احمق بودم، نمیگه من جاه طلب بودم، نمیگه من سست عنصر بودم معتاد شدم. یکیش میگه پسرمون منو معتاد کرد، یکیش میگه نمیدونم دوستم منو معتاد کرد، اصلا جوک ساختن. به طرف میگه چرا معتاد شدی؟ میگه که خدا اصلا دوستان بد نگذره. بعد اون دوست بعدش هم از اونجا میگه البته تنیاک خوب و زغال نمیدونم فلان جا هم کم اثر نبود یا بی اثر نبود. آقای سعید کنگرانی یه هنرپیشه‌ای که بعداً معلوم شد ایشون چون خانم اشرف هم دستی به سر و گوشش میکشیده، به طرف گفته آقا یه نقشی هم به این بده، و بعد یه دفعه با خانم گوگوش بازی کرد و اون فیلم و مثلا گوگوش تو اون فیلم لخت بود و اینها. اینجا میاد صحبت میکنه، ولی یه چیزی از این معتاد بودنش و شوره آقداشلو معتادش کرده و اینها برای من بیشتر مهم بود که اینو برای دوستانی که فکر میکنن در دوره شاه ایران ایران بود و نمیدونی آقا خبر نداری فلان، این قسمت رو پخش میکنم. حالا امیدوارم که اولا این آقا هست که برنامه، اجازه بدید من اینجا بهتون نشون بدم، select area اینه، بله این آغاز اون برنامه رو اجرا میکنه. من همینجا ازش تشکر میکنم، برنامه هاش خیلی خوبه، نمیدونم جدیدن برنامه داره یا نه، ولی دقیقه 3:45 اجازه بدید من این رو بیارم جلو، دقیقه 3:45 دوستان گوشاتون رو باز کنید، خیلی 3:45 با دقت گوش کنید، ببینید وقتی که خانم شهره آقداشلو در این فیلم از آقای سعید کنگرانی میپرسه چرا ازدواج نمی کنی، سعید کنگرانی پاسخ چی میگه یا چی میده. بفرمایید. باید کوتاه تلویزیون هم ایفای نقش کنه. اینم آبجو تگیری شما. خیلی ممنون. تو چرا زن نمیگیری؟ مگه همینطوریه خانم جون؟ مگه ریخته؟ بعدم دنبال آدم حسابی میگردم. این روزا تو تهرون دختر خوشگل و نجیب و پولدار دنبال کسی میگرده که یا تو خارج زندگی کنه. دوستان مردم دنبال آدم حسابی میگردن این روزا در ایران، دخترای خوب و نجیب و پولدار دنبال کسانی میگردن که یا در خارج زندگی کنه یا حداقل اقامت خارج رو داشته باشه. آیا مخصوصا دوستان جوانی که امروز گول مزخرفات تلویزیون ایران آریایی، یه مش احمق عقب افتاده‌ای که هنوز باور کن هنوز هم دارن حقوقای ساباکشون رو میگیرن این ور ور میخورن، که نمیدونم ما اونجا برشت برین بود، برید تو فیلمای خودشون، همون حرفی که به دوستم زدم گفتم خانم آقا شما لازم نیست این فیلمای سازمان مجاهدین عقب افتاده رو بیاری نشون بدی، برو توی تلویزیونای ایران خودشون ببین چه مصاحبه‌ای میکنن، مسئولین رو چجوری چیز میکنن. همین امروز برای آقای چمنارا فرستادم که در روزنامه ابرار طرف گفته آقا اصلا رأی مردم مهم نیست در ایران و رأی مردم نمیتونه حکومت رو عوض کنه، یعنی دیگه احتیاجی نیست. ولی نگاه کنید ببینید آقای سعید کنگرانی چی میگه توی این صحبت، حالا بعد از اینکه آبجو تگری هم براش آورده، این روزا گوش کنید. تو تهرون دختر خوشگل و نجیب و پولدار دنبال کسی میگرده که یا تو خارج زندگی کنه یا اقلا تو یکی از این کشورهای خارجی مقیم باشه. مردم به من دختر نمیدن که، شوخی نمیکنم. در طول اقامت سعید کنگرانی اولا نشون میده که موضوع ازدواج همون موقع هم موضوع بزرگی بوده برای پسرها در ایران، اینجور نبود که هر کسی از مدرسه دیپلمش رو گرفت حالا سربازی هم رفت یا دانشگاه رفت و بعد سربازی رفت و بعد آمد دولت شاهنشاهی آریامر یک خونه بهش بده بالای تپه، یک کارم بهش بده پایین تپه، بگی صبح قل خور بخور پایین، شب هم بیا اینجا بگی بخواب، و ازدواج هم اینجوری همونجا هم همین مکافات ها بود. این بود چیزی که هست اون موقع، مردم توقعاتشون کم بود. آقا داداش خود بنده کارمند شرکت نفت بود، وقتی ازدواج کرد در منزل پدر من
حالا اگه بهتون بگم پدرم هم اون موقع خونه نداشت، خونه اجاره‌ای بود، ممکنه باورتون نشه. در یه اتاق زندگی کرد، پول جمع کرد که بتونه بیاد خارج درس بخونه، که شد دکتر. خودش و خانمش و دخترش توی اتاقی زندگی میکردن با ماها، که چقدر اینجوری آدم پول سیو میکنه. پریروزا بود، همین پریروز با نوهم و دخترم اینا اینجا چیز بودم، این نوه ما اینجا تون تون میره و اینها، ماه باید بدو بگیرمش و اینا. دخترم گفت فکر کنم ما به زودی مجبور میشیم برگردیم بیایم اینجا، چون خونه ما خیلی کوچولوه. گفتم من که از قدیم گفتم شما چرا اصلا رفتید، همتون اینجا باشید با هم زندگی کنید، این پولی رو که دارید میدید مورگیج به خوشگذرونی بگذرونید، مسافرت بگذرونید. ولی نوع زندگی عوض شده، ایران هم طرف میخواد اول خونه‌ش رو بخره، اول نمیدونم ماشینش رو داشته باشه، شغلش رو داشته باشه و اینها داشته باشه، بعد فکر میکنه دیگه حالا زنگ میخوام چیکار، میرم از بازار آزاد استفاده میکنم. ولی ما ازدواج میکردیم، من دانشجو، خانمم دانشجو، ازدواج کردیم، با هزار و یک بدبختی خونه ای ساختیم. همون سال اول از سقفش چکه کرد، وقتی اون آقای مقاطع کار رو بردم دادگاه، مردک به قاضی گفت خب من چیکار کنم، گازوئیل گیر نیومده، ما وقتی قیروگونی کردیم، قیروگونی میکردن یا آسفالت نمیکردن، قیروگونی کردیم، قیرش خوب گرم نشده بوده و این چکه کرده. البته اون آقای قاضی ناصری بود اگه اشتباه نکنم، دمش گرم، که آقا تو جون اینا رو به خطر انداختی، اقلا بهشون میگفتی این خونه رو که من دارم به شما میفروشم این قسمتش اینجوریه. خلاصه مجبورش کرد که یه قسمت به اصطلاح هزینه رو بده و من همون موقع یه وامی از بچه های معلم های دیگه گرفته بودم، یه تعاونی خودمون درست کرده بودیم، هر ماه یعنی نفری مثلا 1000 تومن میذاشتیم، هر ماه یکی از معلم ها میتونست این پوله رو استفاده کنه برای یه چیزی که یه خرج غیر مترقبهی منتظرهی پیش افتاده بود، امرجنسی، اینو انجام بده بعد بیاد بگیره. البته اون موقع هم خیلی میگفتن قرض الحسنه درست کردیم و فلان اینها، ولی از همان اولش این ماجرای قرض الحسنه، بانک های بدون سود، اینها اشتباه بود. و من تعجب میکنم که آقای بنی‌صدر چرا توی این دام افتاده بود که بله وام میدیم اینها. البته بنی‌صدر چند تا وام داد، وام های 10,000 تومان میذاشتی، 100,000 تومان میگرفتی، 20,000 تومان میشتی، 200,000 تومان میگرفتی، خیلی ها خونه دار شدن. ولی بانک ایران الان وضعیتی که داره از بانک‌های اینجا بدتره، بیشتر نزول میخوره، بیشتر نزول میدن بمانه. در رابطه با آقای بنی‌صدر، این خانمی که پیام گذاشتن، اگه من بتونم پیامشون رو پیدا کنم، پخش کنم و یه ایراد جانانه ازشون بگیرم، February 5 ایشون پیام گذاشتن، بله، خانمی به نام نرگس از شرق آمریکا، چه اسم زیبایی. خانم نرگس بفرمایید. خب بفرمایید. سلام جناب سوری، من نرگس هستم، از شرق آمریکا با شما تماس میگیرم. جناب سوری، در مورد صحبت آقای بنی‌صدر که گفتن موی خانم ها اشعه پس میدهد، بنابراین باید پوشیده شود، من به درستی به یاد دارم که آقای بنی‌صدر این حرف رو زدن، به طوری که تا چند روزی این حرف بحث داغی بود بین من و دوستانم. اگر این حالا من همینجا از شما خواهش میکنم، فکر کنید که اون کجا بوده، تو تلویزیون بوده؟ اگه تو تلویزیون بوده که تمام فیلم های این 38 سال موجوده، اگه تو دانشگاه بوده که تمام اینها اون موقع فیلم برداری شده. دوست عزیز، آقای بنی‌صدر میگه از بس این دروغ رو تکرار کردن، میدونید هم خود آقای بنی‌صدر میدونه من باهاش خوب نیستم، هم بارها اینجا گفتم، من میگم آقای بنی‌صدر مقصره، خیلی هم اشکال داره کارش. رفتم لطف کرد، یک ساعت و نیم هم به من وقت داد، پذیرایی هم کرد، از اون چایی و شیرینی هم بهمون داد، مرسی. ولی هنوزم نظر من درباره آقای بنی‌صدر اینه، ولی وقتی میگه من نگفتم، وقتی میگه که از بس اینو دشمنان من گفتن و تکرار کردن، دیگران باور کردن، روش قسمم میخورن. خانم عزیز، بانوی گرامی، ما تو برنامه که اینو گفتیم،
گفتیم اگر کسی میگه گفته آقای منیسر بره مدرکش رو بیاره، نه شما دوباره بگی خودم شنیدم. خودتون از کجا شنیدی؟ از کجا شنیدی؟ لطف کنید یه بار دیگه زنگ بزنید بگید آقای بنی‌صدر اتفاقا تو هر جلسه‌ای که میره بنده خدا این سوال ازش میکنن و آقای بنی‌صدر میگه این حرف اونا یک دقیقه گفتن، من همه عمرم باید بگم من نگفتم. حتی تو اون جلسه‌ای که این مطرح شده آقای بنی‌صدر میگه من گفتم اگر قرار باشه نور و انرژی از چیز باشه به اصطلاح از کسی منعکس بشه از مرداست، چون در یک جایی یوسف وقتی آمده گفتن این انقدر زیباست که خانم‌ها مثلا چشمشون رو ببندی، از چیزایی توضیح میده. برید بزنید روی یوتیوب، وجود داره، 10 بار در این باره صحبت کرده. نکنید این کارو، اگه مطمئن نیستید این کارو نکنید. من بهتون گفتم یه روز آمدم از تلویزیون رنگارنگ منزل، همسرم به من گفت این چه حرفی بود تو امروز زدی؟ گفتم چی؟ گفت این، گفتم اینو من نگفتم، اینو این بهبانی احمق گفت. خانومم گفت خودم شنیدم. گفتم این نوار موجود، اون موقع نوار میزدیم زد میکردیم میرفتیم برنامه میذاشتیم میمدیم، خیلی دوست داشتیم خودمونو ببینیم. اتفاقا کار خوبیه که آدم خودشو ببینه، اشکال. اونایی دیگه میگن من وقت ندارم برنامه خودم ببینم، من هر وقت وقت کنم میبینم میشنوم، ادا و اطفارا رو بتونم کنترل کنم یاد بگیرم اینا. گفتم من نگفتم. میگم خانم خود من، همسر خود من گفت نه تو گفتی. منم به شوخی بهش گفتم شما هنوز خر و گاو از هم تشخیص نمیدی؟ من نگفتم، این بهبانی الدنگ گفت و آوردیم نوار گذاشتیم. خانمم گفت راست میگی ها، و واقعا حالا من میفهمم مردم چجوری اشتباه میکنن. دوست عزیز آقای بنی‌صدر زنده است، تماس بگیرید با دفترش. میگه من نگفتم، بعد شما میگید من خودم شنیدم. خودتون کجا شنیدید؟ دانشجو بودید تو دانشگاه آمد صحبت کرد؟ بگید دانشجو بودم دانشگاه ملی 1358 فلان روز آمد. نیست عزیز من، وجود نداره. من ساعتها گشتم وجود نداره. من شرط بندی کردم بردم نتونسته طرف بیاره. نکنید این کارو، یک کم زحمت بکشید. این عزیز یه پیامی منوچهر عزیز گذاشته. منوچهر جان اگر پول نفرستادی برای من نفرست و این پول رو نگه دار، چون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یک دوم، من اینقدر شما توی این مدت گذشته همین ماهی 10 دلار کمک کردی که من به اندازه کافی، این کلمه شرمندت هم هستم، اینم بی خوده که من به اندازه کافی ممنونت هستم. توی این پیام ایشون میگه که کارش رو قبلا من گفته بود داره از دست میده. گوش کنید دوستان، play messages، گوگل دوباره عوض کرد سیستمش. حالا وقتی میخواییم مسیج پاس کنیم باید بری توی صفحه دیگه، بعد هر چی نگاه میکنی این بالا نیست اون پایین گذاشته. ای لعنت به اینا. بفرم آقای صادقی. سلام، منوچهر هستم، از باستان زنگ میزنم. یه مدتی بود که یه افتخار نبود. بله، اینقدر پخش کردم که بگم پیام شما رو گرفتم. اگر پول ارسال نکردید ارسال نکنید، ممنونم، متشکرم. و اگر کارتون رو از دست دادید، اگر خواستید، شما که اینجوری خوش بیان و خوش زبان هستید، تا یه مدتی برای تلویزیون مردم بازاریابی کنید، زنگ بزنید آقا این یلو پیج ایرانی رو بردارید، هر کسی که اونجا آگهی داده یا اسمش هست شما بهش زنگ بزنید بگید تلویزیون مردم رو میشناسید. میگه بله. بگو همون جوری که شما میشناسید خیلی های دیگه هم میشناسن، آگهیتون اینجا بذارید. تلویزیون مردم رو میشناسید؟ میگه نخه. بگو لطف کنید تلویزیون مردم رو تماشا کنید، اگه مایل باشید با یه هزینه خیلی کمی در تلویزیون مردم آگهیتون رو پخش کنید. و در تلویزیون مردم ما قراردادهای طولانی و دراز مدت نمیبندیم، شما آزاد هستی، ماه تا ماه میای. اگر این بازده داشت وای میسی، اگه بازده نداشت میری به سلامت. اگه خواستی ما دنبال بازاریاب میگردیم، نه شما، دو سه تای دیگر هم پیدا کن، شما باشو منیجر اونها، اونها زنگ بزنن. لازم نیست ماشین داشته باشید، لازم نیست از خونه بیان بیرون، ساعت 12 شب بوستونه میشه 9 شب کالیفرنیا، زنگ بزنید. ساعت نمیدونم، یعنی همه جای دنیا را میتونید زنگ بزنید. اینم از این. دوستان ساعت 2:55 دقیقه است و من باید
برنامه آقای دکتر کاظم افشارها رو ساعت 3 شروع کنم. پیام اون خانم عزیز نرگس رو پخش کردم. عکس راهپیمایی‌های 22 بهمن رو دوشنبه نگاه می‌کنیم. پخش قرآن، اعتراض دوستان، سکوت سربی درباره‌اش صحبت کردم. دوستان فکر نکنید و ببینید همه اینا رو می‌نویسم. نمیام بگم من 20 سال تو تلویزیون بودم اصلا حاضرم 8 ساعت مزخرف بگم. بابا بنویس، اگه ننویسی یادت میره. تازه مینویسم بعض وقتا یادم میره. یکی دو دقیقه دیگه باهاتون باشم، یکی دو تا مسئله رو بگیم و بشنویم ببینیم که چه خبر هست و کی چی میگه درباره تودی. بله، این رو آقای آریانپور در پاسخ به آقای لطفعلیان نوشته. آقای لطفعلیان سالهاست من ایشون رو میشناسم، آدم فرهیخته ایه، اهل نوشتن و نشر و اینها هست، ولی لزوماً با هر چیزی که میگه من موافق نیستم. ایشون نوشتن: دوست گرامی آقای لطفعلیان، با توجه به مقاله ارسالی جناب عالی و با توجه به جمله مقصود روشن بختیار احیای مشروطیت بود و تحقق دوباره حاکمیت ملی بعد از حکومت مصدق و وی نیت خود را با صراحت بیان می‌داشت و توضیح می‌داد. ایشون میگه آقا هدف اصلی دکتر شاپور بختیار تغییر رژیم و اعلام حکومت جمهوری در ایران بود. اساسنامه مربوط به وسیله آقای رضا مرزبان تهیه شده و آقای بختیار و برخی از وزرایشان از جمله آقای جواد خادم و عباس قلی بختیار و منوچهر آریانا و پدر آقای جواد خادم از آن مطلع و پس از وقوع انقلاب یک نسخه از آن اساسنامه را پدر آقای جواد خادم و رضا مرزبان در اختیار من قرار دادند که من آن را به دکتر احمد مدنی برای مطالعه دادم. البته پدر آقای جواد خادم و رضا مرزبان هر دو در کودتای ناموفق نوژه اعدام گردیدند. ارادتمند هوشنگ آریانپور. من هم دوستان از یکایک که شما ممنونم و امیدوارم که روز دوشنبه بتونیم هم عکسای راهپیمایی 22 بهمن رو ببینیم. اگر شما هم مایل هستید بیاین و در برنامه‌ها شرکت کنید. گفتم که من یه دوستی همینجوری شوخی شوخی ایشون گفت که امکان نداره ترامپ بره مجلس. گفتم که ناراحت نباشید، اینقدر قدرت مدیا و رسانه‌ها و اینا زیاده که ممکنه هر اتفاقی بیفته. مثلا ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم جورج بوش به این بی‌سوادی، جورج بوش پسر، بیاد رئیس جمهور بشه، ولی شد. ایشون گفت اگر ترامپ چیز شد من $500 به تلویزیون مردم میدم و من حتی وقتی ایشون پیمنت یا قسط سومش رو فرستاد گفتم خواهش میکنم نفرستید مگر اینکه به اصطلاح وضعیت مالیتون اجازه بده سپورت کنید، چون من نه به قمار باور دارم و نه از قمار خوشم میاد. پس امروز تنها تلویزیون ایرانی که به دو نفر گفته آقا پول نفرست، یکی به آقای منوچهر خان، یکی به اون دوستمون که شرط بندی کردن و به اصطلاح چون $500 باخته بودن تا حالا 4 تا پیمنت $100 فرستادن. ممنون و متشکرم از یکایک که شما دوستان تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. با هم بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها. یک دقیقه ممکنه باید این دستگاه رو خاموش روشن کنم تا عوض کنه. شما ممکنه دوباره باید به اصطلاح کلیک کنید. امروز نوار قرآن هم احتمالاً حاضر بار سوم ضبط شده پخش می‌کنیم. در این مورد هم میتونید با خود آقای دکتر کاظم افشارها مستقیما تماس بگیرید. با ما باشید.